عزیز، توجه فرمایید. شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون آزاد شد. آزاد شد از دست صدام یزید بعثی، افتاد دست یزیدیان داخلی. که حالا به روی مردم تشنه خونین شهر، خرم شهر گلوله بستن. خرم شهر، نه تیر ما، پلیس با شلیک که گلوله نفر از خدر آورده. سلام، من مسیح علی نژادم. این هم 150مین برنامه تبلت. گول ویدیوهای مردمی رو نخورید. توی خرمشهر هیچ کسی کشته نشده، فقط یک نفر کشته شده. فقط 10 نفر زخمی شدن. کسانی که تو خرمشهر اعتراض کردن به بیابی از جاهای دیگه اومده بودن و اصلا مردم خرمشهر نبودن. نماینده مجلس یه چیز دیگه میگه. میگه اصلا مشکل بیابی تو خرمشهر نداریم. بیان از فرماندار خرمشهر. اصلا این ویدیویی هم که برای ما از خرمشهر اومده سرابه. ما هم تو روستا هم زندگی میکنیم. خب چی کار کنیم؟ باید به کی بگیم؟ خب دادی امین، من 3 روز پیش من از خرمشهر رفتم عباس فرار کردم، از بی آبی، از بی پولی، به امام حسین. آقا بچه همون هم مریضه، نات قلبی داره، چربی داره، قندی داره، باسته بچه حل میشه، درست میشه، اینجوری نمیمونه. با قرآن رفتم از حسینی، تو کلاس قرآن بودم، جلسه قرآن داشتیم، رفتم یه در اومدم گفتم خدای چیکار کنم، نه پولش دارم نه آب دارم، دخترم الان تو خونه تشنن، از عوازم اومده بودیم. بعد یه زنی صدام کرد گفت بیا به امام حسین، گفت آب دارید برا دخترم؟ گفتم نه. گفت بیا یه بطری بهت بدم ببر برا دخترم، به حضرت عباس. این که این زن از نداری و فقر و تهیدستی میناله مظلوم نماییه، چون بقیه مسئولین و بچه‌ها و نوا و نتیجه‌هاشون هم اعلام کردن که اوضاعشون هم چنین تعریفی نداره. خانم نعیمه اشراقی نوه امام، معرف حضورتون هستن دیگه، با کیف چیچی بابانا گوچه گبگانا، همین 4000 دلار قیمتشه، اومده میگه ما تو نیاوران اگه خونه زندگی داریم به خاطر مسائل حفاظتی و امنیتیه، چون اول انقلاب امام گفته بود اگر یکی بیاد و ناموس من، یعنی یکی از شماها رو بدزده، من دق میکنم. تیم تبلت هم نگفت من دق میکنم، گفت من ضربه روحی میخورم. تیم تبلت هم پیشنهاد میده تمام نوامیس امام و رهبری و مسئولین رو از کانادا و انگلیس و آمریکا و بقیه جاهای خارج داخل جمع کنن، ببرن برای حفظ امنیت خودشونا، که یه وقت ناموس دزدی، ناموس رخ نده و یکی ضربه نخوره، ببرنشون وسط جزیره ابو موسا، دیوارای بلند هم بکشن، یه مشتم کوسه بریزن دورش، که خدای نکرده ناموس کسی رو بوده نشه، امام روحش ضربه بخوره. اینه که حل کردیم، حالا بریم واسه وزیر کشور خونه بخریم. بیچاره یه باغچه اول انقلاب داشته تو فشنده. فشند؟ فشنده، ده آخر، مثل انگلند. منظور اینه که آقای وزیر کشور گفته خونه ندارم، شبا تو باغچه میخوابه، زیر بوته گل و اینا میخوابه. به خدا باور نمیکنید، خودتون گوش. بنده یه باغچه‌ای داشتم زمان صدا سیما، 30,000 تومان خریدم اونجا را، در فشند، نه فشم. من یه خانه باغ دارم، عمارت نیست، برید ببینید، همین خبره، برید ببینید اونجا، ببینید 97 متر. اومدن گفتن یک ویلای عمارت رحمانی را تو فشم، فشن با فشن 200 برابر قیمت داره. در خبرگزاری از زدن تحت عنوان امارات رحمانی، که اصلا من روحم اونا رو که من دیدم، خب معلوم حق داره مردم میگه این وزیر کشوری که اینجا میای حرفا رو میزنه، این اگه باغچه‌شه و این خانه‌اش دیگه چیه؟ من الان به شما میگم خانه هنوز ندارم، البته یک پیش خرید کردم دارم میسازم. مملکت مستضعفا همینه دیگه، وزیر کشوریش هم باید تو گور بخوابه. Yeah.
تو گور میاد لکچر میده سخنرانی میکنه. یعنی اینا ما رو چی فرض کردن؟ من چرا خندم میگیره؟ خنده و برمه ای بر یه گریه و خندم خودش. یعنی بذار دوباره شروع میکنم. آقای وزیر کشور که یک کشور رو داری اینطوری با دروغ اداره میکنی، این برنامه تبلت هم تقدیم به شما، چون ما از مردم خواستیم که دوربین ما اسلحه ما رو وردارن ببرن توی مناطقی که شما معنی واقعی خونه نداشتن رو درک کنید. پیرزن و یه پیرمرد بنده خدا شب و روز میگن خونهشون اینجاست، بریم. این وقتی که گرد و خاک میشه میره داخل اتاق کوچیکه، وقتی گرد خاک نیست خونهشون اینجاست، بریم خونهشون ببینیم چه جوریه. ویدیویی که این هفته شما برای دوربین ما اسلحه ما فرستادی دردناکه. یعنی آدم باورش نمیشه که اینجا ایرانه، کشوری که روی نفت خوابیده و 40 سال پیش هم وعده داده بودن که آب و برق و اتوبوس هم مجانی میشه برای مستضعفان. این جاده‌ای که میرسه به روستای محروم شهر کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری، توی این جاده اتوبوس خوابه، خیاله. شهروندی که این ویدیو رو فرستاده یه دختر دانشجویه که از راه صعب العبور گذشته و میگه تازه به عمق فاجعه رسیدیم، به جایی که دیگه ماشین هم نمیتونه بره و مردم به سختی به خونه هاشون میرسن و سرانجام سقفی که اسمش خونه است. تو تمام خوناش من خشتی جلی هم اگه خدا نکردی از زلزله نیم رشتری هم که بیاد همه خراب هست بعدشون خیلی وخیم. اینجا داخل خونه هاشون، این آزار خونه هاشون. اینجا هم همینطور آشپز خونه. تازه ما باید آزاغه، یعنی هفت ما رو جمع بکنیم. ما پاییز که جاده بسته میشه باید آزاغه هفت ما رو اینجا ذخیره بکنیم تا بعد. نگاه کن بچه ها، خیلی دیگه سخته. این بچه ها رو یعنی که نگاه کنید، اینا از کم بود، یعنی که ویتامین نگاه کنید صورت هاشون خشکی زدن. بله. بخاطر چیه؟ بله. کم بود یعنی که ویتامین. غذا چی ها میخوریم شما اینجا؟ آقاچ، آب پیازی. آب پیازی؟ آب پیاز؟ آب پیازی. آب گندو. اما الوفا رو میریزن داخل قابلی چیه ازش در میان میخورن. میخوام برن شهر، باهنج نمیتونن. میخوانم میجای اینکه اصلا دشواره، نمیشه رفت با این مسیر. واقعا نمیشه. همینطوره موندن، یعنی میخوام برن شهر، میگه میخوایم بریم شهر و خونه رو جاری کنیم، هیچی ندارم. طبقه سالی یه بار اگه بشه از طریق مردم بهتون کمک میشه. بعضی ها هستن که حالا میان اینجا، یعنی که میبینین یعنی مریضن افتادن، خدا شاهد پول ندارم برن اون دکتر. من الان به شما میگم خانه هنوز ندارم.